یک شنبه اول مارچ 1998 مسئولین بررسی صحنه جرم توی یک خونه ای توی کوینزلند استرالیا جمع شده بودند. بهشون گزارش یک جنایت رو داده بودند. یکی از این افسرها توی خونه میگشت و متوجه شده بود که پوشش گیاهی پرپشت حیات خونه باعث میشه که خود خونه خیلی از بیرون دید نداشته باشه. منطقه هم جنگلی بوده. همینطور که توی خونه قدم میزنه میاد بالای سر پیانویی که توی یکی از اتاقهای خونه بوده میسته و متوجه یک چیزی توی دفترچه یه میشه که روی پیانوه. بدنش مورمور میشه. صفحهی که باز بوده روی پیانو مارش ازاداری از شوپن بوده. این افسر با خودش فکر میکرده که این تصادفیه یا از عمد گذاشتن. با یک پرونده دیگه با من همراه باشید. سلام من مرزیم و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدید اگر از همراه های قدیمیمون هستین میدونید اینجا چه خبره اما اگر اولین باره که من رو میبینید ما اینجا میریم سراغ پرونده های جنایی پس اگر به این ژانر علاقه دارید میتونید همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با زدن زنگوله کنارش هم از ویدیو هامون با خبر بشید یادتونم نره اگر این ویدیو رو میبینید لایکش بکنید چون لایک های شما به ما دلگرمی میده و کلی امید میده که بیشتر پرونده بسازید طبق چیزی که اول ویدیو گفتم قراره بریم به استرالیا و قراره بریم به کوینزلند و یک ماجرایی رو شروع بکنیم که همین ابتدا ما با یک جنایت رو بروییم. یک اتفاق هولناک توی یک منطقه کوچیک که خیلی از آدم ها هم دیگر رو میشناسن. دکتر کتلین مارشال 52 ساله یک دامپزشک بود و خیلی هم توی منطقه مورد احترام بود. متولد 1946 بود با نام کامل کتلین لامبورن توی بریزبون کویزلند به دنیا اومده بود توی دانشگاه درس خونده بود سال 1968 با نمرات عالی و تحسین شده از دانشگاه فارغ و تحصیل شده بود توی رشته دامپزشکی اومده بود بیرون و عاشق حیوانات بود توی یک خونه دو طبقه زندگی می کرد که طبقه بالا جایی بود که خودش زندگی میکرد کرد می روزگارش رو می و طبقه پایین رو هم تبدیل کرده بود به یک کلینیک برای حیوان تقریبا تمام مردم منطقه حیواناتشون رو می آوردن پیش کتلی. خیلی حیوانا رو دوست داشت خود 16 تا گربه و 3 تا سگ داشت که باهاش توی خونه زندگی میکردن. همیشه خونه به هم داشت اما حالش خوب بود. سگاش عموما توی حیات بودن، محوطه خونش خیلی پوشش گیاهی بلندی داشت. همیشه به خاطر این قضیه با شهرداری درگیر بود. اونا بهش میگفتن که باید خونه رو مثل بقیه خونه ها مرتب نگه داری. اما خودش معتقد بود که نباید جلوی طبیعت رو گرفت. باید اجازه بدیم که درخت درختها هر طور که میخوان رشد بکنن سگاش توی محوطه جلویی بودن گربه هاش توی خونه بودن عاشق حیوانات و گیاهان بود و زندگیش رو میگذرم جمعه 27 فوریه 1998 همسایه ها متوجه میشن که وقتی شب میشه چراقای کلینیک کتلین خاموش نمیشه و این خیلی عجیب بوده همیشه دیگه بعد از ساعت کاری میرفته طبقه بالا که جایی بوده که خودش زندگی میکرده و چراقای بالا روشن بوده و چراقای پایین رو خاموش میکرده از اون طرف دوستاش هم متوجه یک نکته میشن اون قرار بوده به یک شامی بره یک دوره همی که عموما افراد بالای 35 سال مجردی که تحصیلات دانشگاهی داشتن دور هم دیگه جمع میشدن یک جامعه دوستانه بوده و برنامه رو خود کتلین میچیده و اینها از قبل هم غذاشون رو انتخاب میکردن و حتی پول رو هم پرداخت میکردن به خاطر همین هیچ کدوم از اعضا غیبت نمیکردن چون هزینه اون رستوران رو داده بودن و چون خود کتلین هم برنامه ریز اون مراسم بوده همه نشسته بودن توی رستوران و منتظرش بودن اما در نهایت تا پایان اون دور همی صندلی کتلین خالی میمونه اعضا یکم ناراحت میشن که چه اتفاقی افتاده چرا جواب نمیده چرا خبری ازش نیست باهاش تماس میگرفتن و تلفنش مستقیم میرفته روی پیغامگیر صوتی و هیچ خبری ازش نبوده این وسط قرار بوده توی یک برنامه دیگری هم که مربوط به یک انجمن حمایت از گربه ها بوده شرکت بکنه اونجا هم شرکت نمیکنه یک شنبه ساعت سه بعد از ظهر چند تا از اعضای این گروه این انجامن قرار بوده که توی خونه کتلین جمع بشن برای اینکه یک جلسه خیلی مهم می داشتن. چند نفر از این اعضا میان دم در خونه کتلین که همون خونه کرم رنگیه که از بیرون خیلی به داخلش دید نداره و در میزنن هیچ خبری از کتلین نیست ماشینش دم دره سگاش توی حیاتن دارن سر و صدا میکنن به نظر میاد که سگاش خیلی حالت عادی ندارن دم در سه روز روزنامه آوردن گذاشتن برداشته نشده بطری های شیری که هر روز صبح می آوردن بطری ها برداشته نشده خیلی بوی بدی از نزدیکی خونه میاد و مشخصه که آشغالا رو هم نبردن و حدس میزنن که ممکنه به خاطر این زباله هایی باشه که دم در خونه جمع شده این اعضا در میزنن و خب هیچ جوابی نمیگیرن دوباره در میزنن هیچ جوابی نمیگیرن یه بیماری داشته کتلین درگیر سندروم کوشینگ بوده من یه سرچی کردم راجبش سندروم کوشینگ یک اختلال هورمونی نادر توی بدن انسان و حالا یه سری موجودات دیگه است که هورمون کورتیزول بیش از حد ترشح میشه این هورمون هورمون استرسه بیش از حد ترشح شدنش قند خون رو میبره بالا فشار خون رو میبره بالا افراد ممکنه صورتشون ورم بکنه چاق بشن توی ناحیه شکم پهلو این افراد ممکن سری مشکلات پیدا بکنن پاهاشون نازک بشه حرکت کردنشون دشوار بشه همیشه خسته و خوابالود باشن و خب همه اینها باعث می شده که کتلین عموماً خسته به نظر بیاد اینا فکر میکنن که شاید به خاطر بیماریش اتفاقی براش افتاده و ممکنه مشکلی براش پیش اومده باشه چیکار بکنیم یک کلید زاپاسی همیشه داشته نزدیک یکی از پنجره های خونه بوده در حقیقت نزدیکی از پنجره هایی بوده که به کلینیکش میرسیده این طبقه پایین رو که کرده بوده کلینیک یک جایی رو هم نزدیک گاراژ گذاشته بوده برای واکسن زدن به حیوونا مثلا حیوونی رو میخوان بیارن مثلا کار دشواری داره که نمیخواد توی خونه ببره اونجا حیوون رو نگه میداشتن از بیرون نزدیک این پنجره گاراژ همیشه کلید زاپاسی نگه میداشته و دوستا و همکاراش میدونستن که این کلید کجاست تصمیم میگیرن که برن این کلید رو بردارن یکی از اینها میاد میره نزدیک کلید رو بر و همین که کلید رو بر متوجه سری چیزای عجیب و غریبی میشه یک پنجره ماتی داشته یک شیشه ماتی داشته که داخل خیلی خوب دیده نمیشده اما اونقدر دیده میشده که لکه های بزرگ قرمز رو روی شیشه ببینه بلا فاصله بقیه رو صدا میکنه بقیه میان دور خونه دور میزنن بالاخره از یکی از پنجره ها میتونن تو رو نگاه بکنن و اولین چیزی که میبینن یک دست خونالوده دستی که بریده نشده بوده مشخص بوده که به یک بدن وصله اما پر از خون بوده و روی زمین افتاده بوده بلافاصله با پلیس تماس میگیرن وقتی مامورای پلیس میرسن شروع میکنن به بررسی کردن خونه و متوجه میشن که مقدار زیادی خون توی خونه ریخته ولی هیچ رد پایی وجود نداره یعنی خون روی زمینه هیچ رد پایی وجود نداره وقتی که میخواستن برن داخل خونه یه سری جاپایی برای خودشون افسر پلیس درست میکنه برای اینکه این مسیری که داره میره رو به هم نزنه همزمان که اینها دارن خونه و محوطه اطراف خونه رو بررسی میکنن متوجه میشن که بیرون خونه هم خونیه اون قالیچه‌ای که دم دره خونالوده روی گیاها و سبزه های بیرون یک مقداری خون ریخته اما همین زمان آبپاش که محوطه شروع به کار میکنه و تقریبا بخش زیادی از مدارکی که بیرون از خونه بوده رو میشوره قبل از اینکه فرصت پیدا بکنن خاموشش بکنن میرن داخل خونه شروع به بررسی میکنن خب کتلین دمر روی زمین افتاده بوده سرش به یک سمت بوده دستاش کنار سرش بوده یک پیرهن آبی رنگ تنش بوده و خودش خیلی خونالود بوده در کنار همه اینها یک سطل بزرگی زیر سینک بوده که توش خونابه بوده اطراف سینک یه سری دستمال بوده از اون طرف یه سری کیسه بوده و به نظر می اومده هر که وارد خونه شده و کترین رو به قتل رسونده تلاش کرده بوده که خونه رو تمیز بکنه اما حجم خونریزی اینقدر شدید بوده که این فرصت رو پیدا نکرده بلافاصله فاصله نیروها میان تو شروع میکنن نمونه برداشتن شروع میکنن برداشتن هر چیزی که مدرک بوده و متوجه یک نکته ای میشن یکی از این افسرها دور خونه رو دور میزنه و متوجه یک چیزی میشه مقدار زیادی شیشه خورده روی زمین ریخته بوده از بیرون توی حیات و شیشه شکسته بوده از داخل هم لبه شیشه یک مقداری آلود بوده به نظر می اومده که قاتل به خودش آسیب زده موقع خروج و این خون قاتله و از پنجره خارج شده پنجره رو به بیرون شکسته پس کسی از داخل پنجره رو شکسته رفته بیرون اما چطوری وارد شده در خونه از تو قفله و یک جعبه گربه پشت دره این در به زور باز شده یعنی به زور افسرهای پلیس باز میکنن میان تو چیزی که مشخصه اینه که کتلین خودش در رو برای قاتل باز کرده بوده به خاطر اینکه هیچ نشونه ای از ورود به زور نبوده مشخص بوده که خودش اومده داخل و حتی این جعبه رو بعدش گذاشتن پشت در و خب پس قاتل آشناس 26 نمونه دی ای از خونه برداشته میشه و کتلین 52 بار چاقو خورده بوده صورتش تقریبا قابل شناسایی نبوده انقدر که ضربات شدید بوده با یک جسم تیزی مثل چاقو کاتر یا هر چیزی به سینش ضربه زده بودن به گردنش و به صورتش ضربه زده بودن اما ضربه اصلی که باعث مرگش شده بوده یک ضربه بوده که یکی از شریانهای اصلی گردنش رو بریده بوده و از شدت خونریزی جونش رو از دست داده بوده پزشکی قانونی میگه اگر زود به دادش میرسیدن پیش از اینکه جسد بمونه حالا بو بگیره بوش از خونه بیاد بیرون و اینها امکان نجات دادن کتلین وجود داشته اما خب حالا جونش رو از دست داده بوده چیز دیگری که مسئولین پزشکی قانونی میگن اینه که آسیبها ها عمیق ترینشون چار سانتی متره. پس کسی که به کتلین ضربه زده یا زن بوده یا مردی بوده با قدرت بدنی پایین چون این ضربات چاقو عمیق نبودن از خونه کتلین هیچ داروی دزدیده نشده بوده خب اولین احتمالی که پلیس میداده اینه که یک نفری دنبال دارو میگشته دیگه داروی مسکن داروی مخدر بالاخره دامپزشک بوده ممکن بوده یک مقداری از این داروها رو داشته باشه هیچ دارویی دزدیده نشده بوده اساسا توی خونش چندان دارویی نگه نمیداشته میرن طبقه بالا میبینن که بالا خیلی به هم ریخته است اما به نظر نمیاد که چیزی هم از بالا دیده شده باشه اینجاست که دوستای کتلین وارد میشن و میگن که نه این کلا خونش به هم ریخته است و اصلا این چیزی که شما دارید میبینید ربطی به حمله که بهش شده نداره پس به نظر میاد که چیزی از خونه اون هم دزدیده نشده یک دفتر یه سررسیدی داشته که قرار ملاقاتهای های روزانش رو یادداشت میکرده اون رو بررسی میکنن میبینن که آخرین بار با یک آقایی به اسم متیو تامسون قرار داشته که قرار بوده جز سگش رو بیاره تا این ببینه خب الان باید برن سراغ متیو از اون طرف پروفسوری که مسئول بررسی جسد کتلین بوده یک دکتر جانورشناسی بوده میاد بر اساس عمر لارف ها و حشراتی که روی بدن کتلین بوده تعیین میکنه که قتل بین ساعت 9 پنج شنبه و سه صبح جمعه اتفاق افتاده یعنی تو این بازه زمانی 9 شب تا سه صبح قتل اتفاق افتاده معلوم بوده که این گربه ها غذا نخوردن تا یک شنبه سگ هایی که بیرون بودن غذا نخوردن و خب کسی هم که کتلین رو کشته اون رو میشناخته میدونسته خونه تنهاست و میدونسته که کسی پیشش نیست البته این موضوعی که میدونسته خیلی با ذات قتل در تناقض نیستش ضربات شدید چاقویی که از رو به رو وارد میشه نشون دهنده اینه که قاتل مقتول رو میشناخته ازش متنفر بوده ضربات شدیدی که به صورتش وارد شده بوده نشون میداده که این آدم از کتلین اصلا خوشش نمی اومده و همه چیز رو با نفرت انجام داده اما خب خیلی راز زیادی نداشته که بخواد از بقیه پنهان بکنه و خیلی هم دشمن نداشته که بخواد باهاش همچین کاری رو انجام بده بالاخره همه ما ممکن آدم هایی رو داشته باشیم که از ما خوششون نیاد اما خیلی کتلینی شکلی نبوده پلیس شروع میکنه اون متیو رو بررسی کردن میبینه که اون میگه من سگم رو آوردم بعدش از اینجا بردمش خونه شاهد دارم مثلا فلان ساعت اومدم فلان ساعت رفتم هیچ اتفاقی برای کسلین نیفتاده بودیم در حالیه که عددها نشون میده که چند ساعت بعد جونش رو از دست داده خود کتلین خیلی آدم کم ارتباطی بوده خیلی سختگیر بوده توی ارتباط با آدم ها خیلی آدم خیری بوده به گربه ها حیوانات همه اینها کمک میکرده اما خیلی آدم با ارتباطی نبوده خیلی کسی نبوده که آدم های زیادی رو بشناسه با آدم های زیادی در ارتباط باشه ام با خانوادهش که سالها بوده در ارتباط نبوده بعد از فوت پدر و مادرش دیگه اصلا نرفته بوده که خواهر و خواهرزاده هاش رو ببینه چند باری اونها تلاش کرده بودن که باهاش ارتباط برقرار کنن اما فایدهای نداشته خیلی علاقه ای نداشته که اونها رو ملاقات بکنه توی همون گروهی هم که باهاشون در ارتباط بوده خیلی آدم جدا شده بودن مثلا همشون تحصیلات دانشگاهی داشتن همشون آدم سرشناسی توی منطقهشون بودن همین زمان که پلیس داره تحقیق میکنه که چه کسی ممکنه کتلین رو به قتل رسونده باشه دوستا و با همکاراش که عضو اون انجمن حمایت از گربه ها هم بودن وایساده بودن دم در و یهو یکیشون یک آه بلندی میکشه یکی از مامورای پلیس توجهش جلب میشه و میگه که چرا چرا این آه رو کشیدی چه اتفاقی افتاد توی همین چند ثانیه این کس که یک خانومی هم بوده میگه که کسی که کتلین رو کشت همین الان رفت خیلی این حرف برای پلیس عجیب بوده چه کسی کتلین رو کش میگه شما منظورتون کیه میگه ویرجینیا هیوستون یک خانومیه که سالهاست که با کتلین مشکل داره با همدیگه دعوا دارن و همین بود که از اینجا رفت الان ما ماشینش از اینجا دور شد و ما فکر میکنیم که اون قاتل کتلین بوده حالا ویرجینیا کیه؟ ویرجینیا و کتلین سال 1996 هم رو ملاقات کرده بودن دو سال قبل. یه چند سالی کوچیکتر بوده از کتلین. و این قبلا مسئول مالی اون انجمن حمایت از گربه ها بوده و یه سری مشکلات داخلی خورده بوده توی اون مجموعه بهش تهمت زده بودن که تو پول برمیداری مثلا شفاف نیست کارهای مالی که انجام میدی و این خیلی ناراحت بوده آشنا که میشه با کتلین شروع میکنه ماجرا رو براش تعریف کردن کتلین رو میاره عضو میکنه توی این انجمن بهش میگه که آقا تو بیا و اگه حرفی شد تو طرف منو بگیر اما خیلی این اتفاقی نمیفته کتلین که وارد این انجمن میشه به جای اینکه وارد این درگیری ها بشه پشت ویرجینیا رو خالی میکنه و میگه که نه الان مهم اینه که ما از گربه های خیابونی حمایت بکنیم و این دعوا ها فایده نداره خیلی زود این دو نفر روبروی همدیگه قرار میگیرن و یه عده طرفدار ویرجینیا بودن یه عده طرفدار کتلین بودن این درگیری بین اینها ادامه داره اینا همش با هم دیگه دعوا میکردن درگیری ها بیس مالی داشته خیلی متهم میکردن ویرجینیا رو به اینکه پول برداشته و در نهایت 1997 توی آگوست یک بار دیگه یک رایگیری اتفاق میفته و 42 به دو ویرجینیا کنار گذاشته میشه و کتلین رو میذارن جاش همون کسی که خودش آورده بوده بین انجمن البته که ویرجینیا هم بیکار نمیشینه به مقامات یک نامه میزنه یک شکایتی میکنه و میگه که آقا این رای درست نبوده با بدنام کردن من و دروغ گفتن در مورد من این اتفاق افتاده بوده علاوه بر این که سری مشکلاتی هم با کتلین داشته چند وقت قبل خیلی فاصله کوتاهی پیش از مرگش رفته بوده دم در خونه کتلین تا بهش بگی که آقا یه سری مدارک رو بده من میخوام چک بکنم کتلین حاضر نمیشه این مدارک رو بده به این برای که اینها رو چک بکنه و اونجا با هم دعواشون میشه دعوایی که اول یکم صداشون میره بالا بعد موهای همدیگه رو میگیرن بعد شروع میکنن فوش دادن تا بقیه میان و بقیه اعضا میان و اینها رو از هم دیگه جدا میکنن پای اون, زب... اون موقع پای کتلین آسیب دیده بود اما وقتی که بولیس میاد شکایتی ثبت نمیکنه وقتی که ویرجینیا یک مقداری از کتلین فاصله میگیره کتلین به یه نفر دیگه میگه که این عوضی دزدی کرده این عوضی مثلا پول برداشته خب الان به نظر میاد که یک دشمنی اینجا پیدا شده یک دشمنی که انگیزه داشته برای اینکه کتلین رو بکشه و خب زنم هست دیگه گفتم ضربات جوری بود که به نظر میومد کار یک مرد درشت هیکل نیست کتلین بارها در مورد نگرانیش در مورد ویرجینیا به بقیه گفته بوده میگفته من حس میکنم از بعد اون دوام این داره منو تعقیب میکنه من توی خونم بوی سیگار حس میکنم در حالی که سیگاری نیستم به نظرم میاد پشت پنجره من وای نیسته سیگار میکشه این آدم خطرناکی این همیشه با خودش چاقو حمل میکنه و وقتی که پلیس رسیده بوده دم در خونه کسلین به در خونه ای یک نامه ای وصل بوده نامه ای که یک جلسه تاریخ یک جلسه ای رو تعیین میکرده این نامه توی یک پاکت قهوه‌ای بوده و خب کی نامه رو نوشته بوده ویرجینیا پس توی این زمانی که کتلین کشته شده حداقل یک بار ویرجینیا اومده دم در خونه کتلین پلیس میره سراغ ویرجینیا و ویرجینیا خیلی راحت محتوای اون نامه رو میگه میگه که یک جلسه تعیین شده بود از طرف شورای این انجامن و خواسته بودن که ما بیایم و پیش هم بشینیم و سنگامون رو وا بکنیم و با هم دیگه مشکلاتمون رو حل بکنیم من قصد نداشتم شرکت بکنم اما وظیفه پخش نامه به من سپرده شده بود نامه رو آوردم میدونستم در بزنم در رو باز نمیکنه وصل کردم و رفتم دروغم نمیگم یک بار دیگه هم اومدم چک کنم ببینم نامه رو برداشته دیدم بر نداشته یک بار دیگه هم اومدم که ببینم اون جلسه ای که اینها میخواستن یواشکی بدون من تشکیل بدن توی خونش تشکیل شده یا نه که دیدم مامورای پلیس وایسادن و به نظر اومد که اتفاق بدی افتاده که هم پرسجو کردم و بعد هم رفتم این همون زمانی بوده که اون دوست کتلین گفته بوده که کسی که کتلین رو کشت رفت الان با ماشین میگه من دیدم که شلوغ پلوغ و رفتم پلیس بهش میگه که خب مثلا رابطه چجوری بود میگه من نمیتونم بگم من یادم خوشم میومده من ازش متنفر بودم اما قطعا اونقدر متنفر نبودم که بخوام بکشمش جدا از این من یک پرونده ای رو به جریان انداختم در مورد تهمت هایی که این به من زده و به من گفته که تو پول میدوزی و اینها چون شاهد دارم و خب قصد داشتم این پرونده رو به نتیجه برسونم و میدونستم که میرسه و کلی پول قرار بوده گیرم بیاد برای چی باید این رو بکشم و بیخیال اون پول ها بشم جدا از همه اینها کتری خیلی آدم محبوبی نیست همیشه برای خودش دردسر درست میکنه با همسایه هاش همیشه مشکل داره با مردمی که خیلی معتقدن که خونه ها باید مرتب و تمیز باشه و همه واحد هایی که همه خونه هایی که تو منطقه پوشش گیاهی جلوی درشون مرتب باشه مشکل داره همیشه مشکل داره دیگه و در مورد ساعاتی هم که اونجا بوده میگه که من پنج تا یازده شب جایی بودم تو یک جلسه ای بودم که شاهد دارم بعدشم رفتم جای دیگری برای مثلا بخش زیادی از این ساعت ها شاهد دارم پلیس میاد خونش رو میگرده لباساش رو میگرده ماشینش رو میگرده همه چیز رو جستجو میکنه برای اینکه ببینه اثری از خون کتلین هست یا نه هیچی پیدا نمیکنه اما یک چیز مشکوکی برای پلیس وجود داشته اعتماد به نفس ویرجینیا خیلی بالا بوده خیلی نشسته بوده خون سرد خیلی دقیق سوالا رو جواب میداده خیلی مرتب فکر شده جمله بندی های درست و به نظر پلیس میاد که احتمالاً ویرجینیا به تمام این جواب ها فکر کرده به خاطر همینم هم هست که اینقدر دقیق جواب میده پس زنشون رو از روی اون بر نمی دارن شروع میکنن به تحقیق کردن در مورد آدم های دیگه متوجه میشن که یک مسئله مالی قبلا توی این انجمن حمایت از گربه ها باعث یک درد سری شده بوده ویرجینیا هم به این مسئله اشاره کرده بوده میگه می که از نظر من قاتل کتلین مسئلهش مالی بوده مشکل شخصی نداشته قبلا 16 سال قبل توی اکتبر 1982 یکی از اعضای همین انجمن با گلوله جلوی در خونش کشته شده بوده این کسی که جلوی در خونه کشته شده بوده 16 سال قبل به پیشنهاد یکی از این اعضا به اسم گلاندا ویتمور اومده بوده اموالش رو وصیت کرده بوده که بعد از مرگش برسه به همین انجمن و با فاصله کوتاهی بعد از اون وصیت جلوی در خونش با گلوله کشته شده بوده این پرونده هرگز حل نشده بوده یک پرونده راکدی بوده ولی نکته این بوده که اون خانم گلندا که اون رو مجبور کرده بود یعنی تشویقش کرده بود که اموالش رو بذاره و وصیت کنه برای این انجمن و بعد از مرگش هم رسیده بوده همون کسی بوده که جسد رو پیدا کرده جسد کتلین رو پیدا کرده همون کسی بوده که اولین بار گفته بوده ویرجینیا قاتله هفتاد نفر از اعضای دیگه این انجمن هم میگن که ویرجینیا قاتله یادتونه شواهد فیزیکی هم توی خونه کتلین جمعآوری شده بوده. در مجموع 26 تا نمونه از این شیشه های نمونه از خونش برداشته بودن که یکی از اینها توی مسیر جابجایی و آرشیف کردن و رسیدن دست پلیس گم میشه. از این 25 تا باقی مونده 11 تاش مخدوش بوده، مخلوط شده بوده با مواد دیگه و قابل تشخیص نبوده. 14 تا باقی مونده 9 تاش مار کتلین بوده و پنجتای دیگه مال آدم های دیگری بوده. پلیس شروع میکنه بررسی کردن و میبینه از اون پنجتا یکیش مال یک مرده. و به خاطر اینکه کتلین با مرد خیلی ارتباط نداشته هفت سال پیش جدا شده بوده دیگه مثلا کسی رو نمیدیده کسی واضح نمیدونسته که اون با کسی قرار میذاره خیلی مشکوک بوده اینها فکر میکنن که همین یه دونه که مال یک مرد احتمالا متعلق به یک قاتله شروع میکنن نمونه گرفتن از اطرافیان کتلین تمام مردهایی که باهاش در ارتباط بودن در مجموع از چهل و دو نفر نمونه دی این ای میگیرن تا میرسن به یک آقایی به اسم شین میان از این نمونه بگیرن و این میگه که من نمونه نمیدم میتونسته هم یعنی بدون حکم قاضی نمیتونستن ازش به زور نمونه بگیرن پلیس میافته دنبالش و یه جا که این توی خیابون توف میکنه میره برمیداره نمونهش رو میفرسته آزمایشگاه اما قبل از اینکه آزمایشگاه جواب رو بده به مامورای پلیس خبر میدن که شین داره میره این وسایلش رو جمع کرده بوده با چمدوناش وایساده بوده توی ایستگاه قطار منتظر قطار بوده که برسید نی اما قبل از اینکه بخواد سوار قطار شه دستگیرش میکنن میارنش اداری پلیس و اونجا خیلی با رضایت نمونه خون میده نمونه از سر انگشت میده نمونه بزاق میده عجیبه چرا تا الان مقاومت میکردی و خب در کمال تعجب وقتی جواب ها میاد مشخص میشه که تطابق نداشته و اون نمونه پیدا شده متعلق به این شین نیستش اینم گذاشتم اینجا بگم که شین نام اصلیش نبوده نام مستعاریه که بعدن براش توی مطبوعات منتشر شده برای اینکه خب نمیخواسته هویتش منتشر شه پلیس توی بررسی های بعدی یک تکه کاغذ پیدا میکنه و متوجه میشه که کتلین قرار بوده بعد از اون متیو که سگش رو آورده بود یک نفر دیگر رو هم ببینه همون روز یک آقای به اسم جان ویلسون که قرار بوده گربش رو بیاره دو تا از این دوستای کتلین که عضو همون انجامن هم بودن ویکتور و پالین لچاردی قرار بود اون روز بیان دیدن کتلین باهاش یک کاری داشتن این دو نفر به پلیس میگن که ما اومدیم و وقتی که نزدیک خونه شدیم دیدیم که یک آقایی با یک گربه توی بغلش وایساده دم در خونه این دارن با هم حرف میزنن و بعد رفتن تو ما دیگه گفتیم مزاحمش نشیم این احتمالا مراجعه داره و این گربه مریض و اینها ما رفتیم دیگه اون روز وارد خونهش نشدیم میگن که یک گربه سفید و قهوه رنگ سیامی بود و توی بغل این آدم بود الان پلیس سری اطلاعات داره اول اینکه یک گربه دیده شده که خب خیلی هم حالا مثلا نژاد پر استفاده نیست میشه یک پیگیری کرد ببینن که حالا گربه مالکی بوده نکته بعدی این بوده که گربه توی بغل بوده توی کوله پشتی یا باکس نبوده و عموما گربه ها رو نمیشه مسافت طولانی نگه داشت به خاطر همین این آدم نزدیکی خونه کتلین زندگی میکرده که گربه رو گرفته بغلش تا برای معاینه بیاره. پلیس شروع میکنه بررسی کردن این گربهه و ببینه توی اون منطقه کی از این نژاد گربه داره. توی جستجوهای پلیس عکسی از همین نژاد گربه توی روزنامه پیدا میکنن. حالا قصه چی بوده؟ این گربه توی یک کلیسایی بوده، یک کلیسایی که یکم هم عجیب و غریب بوده. نمیشه شاید بهش گفت کلیسا. از این فرقه های خیلی روحانی که به معنویت و اینا معتقدن اینها یک کلیسایی برای خودشون داشتن این گربه هم توی بغل یک خانومی بوده به اسم روس بنت و زیرش نوشته شده بوده که قیبگوها دنبال قاتل کسلین هستن این فرقه ای که اینها عضوش بودن این گروهی ای که خیلی حالا توی عالم روحانی و اینا غرق بودن معتقد بودن که میشه با دنیای ماورا از طریق ارواح و از طریق گربه ها در ارتباط بود حالا گربه ها بخششن و بیشتر از طریق حالت های روحانی و معنوی و اینها و حالا ما دنبال اینیم که بفهمیم قاتل کتلین کی بوده وقتی که چهره این گربه رو توی روزنامه میبینن مستقیم میره پلیس به اون کلیساه و شروع میکنه بررسی کردن آدم هایی که توی اون کلیسا اول از همه خود روسبنته که خب خانومه پس اون نمیتونه قاتل باشه به خاطر اینکه ما میدونیم که پلیس یک دی ان ای آقا دستش داره پس بعد دنبال مرد بگرده خود روز هم خیلی خانم محترمی بوده نوازنده بوده خواننده بوده توی مراسمایی که توی کلیسا برگزار می شده وقتی راجع به این جان ویلسون ازش میپرسم میگه که من همچین کسی رو نمیشناسم مثلا پرسن تو این گربه به کسی به این نام دادی میگه که نه میگه طبق پیشگویی هایی که ما توی کلیسامون کردیم احتمالا قتل کتلین به خاطر مسائل مالی بوده حالا پلیس خیلی به پیشگویی اینها کاری نداشته شروع میکنه مردانی که توی اون کلیسا هستن تست دی ای گرفته. یکی از این مردها که کفبین و پیشگوی اونجا هم بوده حاضر نمیشه تست دی ای بده. یک آقای 49 ساله‌ای بوده به اسم اندرو فیتز هربرت که یک قوزی پشتش داشته بسیار ریز نقش بوده و خب خیلی هم شبیه بود از نظر جسدی به اون تصویری که پلیس توی ذهنش داره از قاتلی که کتلین رو به قتل رسونده همه میگفتن این خیلی آدم آرومیه، خیلی آدم صلح طلبیه، هیچکس تا حالا ندیده که اندرو صداش بره بالا با کسی بد حرف بزنه، پشت کسی بد حرف بزنه، خیلی آدم دوست داشتنیه ولی یکم عجیب و غریبه، خیلی نرمال نیست ولی همه ما از این خوشمون میاد. وقتی که بهش میگم بیا تست بده، یه حالتی میشه که نه، من تست من تست نمیدم. من حاضر نیستم که تست بدم. پلیس میگه خب چیکار کنیم میاد عکسش رو میذاره کنار هشت تا عکس دیگه و نشون اون زوجی میده که رفته بودن دم در خونه کتلین برای اینکه باهاش ملاقات کنن و این آدم رو با گربه دیده بودن و اونها مستقیم از بین نه تا عکس دست میذارن رو عکس این و میگن همین آدم بوده حالا کم راجع به خود اندرو بگم این اندرو با اون خانم روز سال 1990 با هم دیگه آشنا شده بودن توی یکی از این جمع‌های روحانی این خیلی دنبال ارتقاء حال روحی خودش بوده هیچ وقت دنبال مال و پول و اینجور چیزها نبوده کم کم به هم دیگه نزدیک میشن یک چای خونه ای تاسیس میکنن توی اون چای خونه برای مردم فال چای میگرفتن غیبگویی و کفبینی و پیشگویی و اینجور کارا رو میکردن تو سال 1995 میان میپیوندن به این کلیسای روحانی که توی این منطقه بوده و اونجا روس آشنا میشه با ویرجینیا یادتونه اون مزنون اول ویرجینیا بهش میگه که بیا بریم توی این گربه های ما عضو بشید شما جفتتون خیلی این انجمن عجیب و غریبه یه پولای زیادی هم توش جابجا جا میشده روس و اندرو رو برمیداره میبره اون انجمنه اینا شیش ماه هم منتظرن تا مثلا صلاحیتشون تایید بشه در نهایت صلاحیت روس تایید میشه اما صلاحیت اندرو نه قبول نمیکنن که این عضو بشه و حالا پلیس یک انگیزه ذهنی هم برای خودش ساخته بوده دیگه خب اینا اجازه ندادن این عضو این انجمنه بشه پس میتونه برای انتقام رفته باشه سراغ کتلی وقتی که حاضر نمیشه تست بده بش میگن که بیبریم اداره پلیس و این میگه که من نمیام اونجا پلیس مجبور میشه که به زور منتقلش بکنن به اداره پلیس وقتی میرسه اونجا خیلی آروم بوده بهش میگن که خب تو کتلین رو میشناسی میگه من کتلین رو نمیشناسم به واسطه ی حرف هایی که ویرجینیا در موردش زده باهاش آشنا شدم آدرس خونش رو هم دارم اون هم ویرجینیا توی حرفاش گفته من شناختی ندارم تا حالا نرفتم دم در خونش تا حالا کاری باهاش نداشتم دوباره پلیس سعی میکنه ازش تست دی ای بگیره و این قبول نمیکنه نه تنها قبول نمیکنه زمانی که تو اداره پلیس بوده نه روی میرفته نه آب میخورده نه چایی میخورده هیچ کاری نمیکرده که یه ذره بزاقی ادراری چیزی از این باقی بمونه پلیس بتونه برداره بفرسته برای آزمایشگاه از اون طرف بهشون دادگاه هم اجازه نمیداده که تست به زور ازش بگیرن ازش میپرسن خب اون روزها اون روزهایی که منتهی به قتل و زمان قتل تو کجا بودی میگه که من یه سری مراجعه داشتم و اومده بودن برای فالگیری وقتی بهش میگن که خب اطلاعات اینا رو بده میگه من اطلاعات خاصی از اینها ندارم یک خانوم آقا بودن من برای اینکه اون کفتبینی که میکنم خیلی مخدوش نشه و ذهنم خیلی آشفته نشه هیچ وقت از اینا اطلاعات جزئی نمیگیرم میذارم مثلا خودم بفهمم در موردشون به خاطر همین هیچی در موردشون نمیدونم در ادامه میگه که بعدش من و روس رفتیم دیدن همسر سابقش قرار بود یه کاری انجام بدیم اون تایید میکنه بعدش برگشتیم خونه روس و دیگه موندیم پیش همو خوابیدیم تا روز بعدش یعنی پنجشنبه شب تا صبح روز بعد ما خونه روس بودیم پلیس به روس میگه که تو مطمئنی که نیمه شب بلند نشده و از خونه بره بیرون و روس میگه که فرض بگیرید که ساعت سه صبح پا شده و از خونه رفته بیرون و رفته کتلین رو کشته چرا کتلین لباس خواب تنش نبوده اون لباس آبی که بیرون میپوشیده لباس بیرونی تنش بوده خب اینجا داره راست میگه و به نظر پلیس همین موضوع خب خیلی نزدیک به واقعیته چرا چرا اون لباس بیرون تنش بوده هنوز از اندرو تست دی ای ندارن در نهایت بالاخره پلیس میتونه مجوز بازرسی از خونش رو بگیره سه ماه از قتل کتلین گذشته همشن میرن خونش رو شروع میکنن خونه رو گشتن و از شونش نمونه بر از مسواکش نمونه بر از وسایل دیگش بر میدارن لباساش رو بر میدارن خیلی هم روز عصبانی بوده فوش میداده داد میزده خیلی ناراحت بوده بابت این تفتیشه نمونه ها رو بر میفرستن آزمایشگاه و توی این فاصله تا جواب بیاد ازش میپرسن که تو با کتلین در ارتباط بودی میگه نه میگن باش تلفنی حرف زدی میگه که نه اما مدارک نشون میداده که یک روز قبل از قتل 61 ثانیه اینها با هم تلفنی صحبت کردن خب چه, چه گفتگوی اتفاق افتاده وقتی این رو تو روش میارن و بهش میگن که مدارک نشون میده که تو زنگ زدی هول میشه رنگش میپره و میگه که آره من زنگ زدم ولی فقط میخواستم در مورد عضویتم بپرسم پلیس میگه چهار بار دیگه هم از کلیسا تماس گرفته شده با خونه کتلین دقیقا زمانهایی که فقط تو توی کلیسا بودی و هیچ کس دیگه نبوده ولی به کل اون موضوع رو انکار میکنه در مورد این 60 ثانیه این یکم بیشتر از یه دقیقه میگه که زنگ زده بودم راج به عضویتم بپرسم نمونه دی ان میاد و نمونه دی که آزمایشگاه گرفته بوده از اندرو مطابقت داشته با نمونه خونی که پنج قطره خونی که پیدا شده بوده توی خونه کتلین الان پلیس متهمش رو داشته در جولای 1999 قرار دادگاه های اون برگزار بشه و رسما متهم بشه به قتل کتلین اما یک نکته این وسط وجود داشته هیچ مدرکی وجود نداره نه سرانگشتی نه رد پایی هیچی نه شاهدی صرفا پلیس دی ای داره و قراره با این دی این ای دادگاه رو به نتیجه برسونه اما از ابتدای این دادگاه ها اندرو میگه من بیگناهم و حتی اشاره نمی کنی که آقا من قبل تر رفته بودم خونه کسرین اصلا این نمونه خونه من اونجا ریخته هیچی کلم میگه که من بیگناهم من هیچ کاری انجام ندادم من هیچ کاری نکردم از دعواهای درونی اون انجمن حمایت از گربه ها هیچ حرفی توی دادگاه زده نمیشه در نهایت هیئت منصفه وقتی صحبت های دادستان رو میشنون و نمونه های ارائه میشه و اون مسئول جانورشناسی که زمان مرگ رو تنگ کرده بوده میاد حرف میزنه برای اون حبس ابد با حداقل 15 سال زندان میبرند و قرار میشه که فرستاده بشه به زندان اما این پرونده اینجا تموم نمیشه این نکته رو بگم و بعد برم سراغ ها، های بعدش این پرونده سومین پرونده جهان بوده که فقط با دی ای حکمی صادر شده بوده و اولین پرونده در استرالیا که صرفا بر اساس مدرک دی ای در دادگاه حکمی صادر شده بوده اندرو هیچ وقت ابراز پشیمونی نمیکنه هیچ گناهش رو گردن نمیگیره و اصرار داشته که من بیگناهم ویرجینیا خیلی اصرار داشته که اندرو قاتله خانواده چندین سال ندیده کتلین میان و ادعا میکنن که خب این آدم قاتله و باید مجازات بشه اما بین مردم خیلی حرف وجود داشته بین مردم یه سری حرف ها میچرخیده خیلی از آدم های منطقه باور نمیکردن که اندرو قاتل باشه چرا؟ من الان چند تا نمونش رو براتون میگم مردم دو دسته شده بودن یک عده معتقد بودن که اندرو بیگناه به خاطر اینکه درسته که مثلا مقابل پلیس مقاومت کرده و توی صحبتاش گفته که من کلا به پلیس بد مینم اما هیچ وقت هیچ کس از این آدم خوشونتی بود. ندیده بوده که بتونه همچین کاری انجام بده یه سری آدم بین این معتقدین به بیگناهی اندرو وجود داشتن که متخصص بودن و یه سری آدم دیگه که شروع میکنن تحقیق کردن یادتونه اون جانورشناس گفته بود که نه شب تا سه صبح قتل اتفاق افتاده سه صبح جمعه اما شیش نفر به شکل جداگانه یازده بار متفاوت اینها اصلا اندرو رو نمیشناختن روز جمعه کتلین رو تو خیابون دیده بودن اگر این سه ی نیمه شب جمعه جونش رو از دست داده چجوری روز جمعه بیرون بوده آدمهایی که اندرو رو نمیشناختن اون گروه متخصصی که معتقد بودن اندرو بی گناهه، میان و اون پروفسور راسل رو تحت فشار میذارن اون جانه برشناسه میگن که تو مطمئنی تو دقیق میدونی این چیزی که شاهدین دارن میگن با نظر تو متفاوته اینقدر براش مدرک علمی میارن و اینقدر تحت فشارش میذارن تا در نهایت اعتراف میکنه و میگه که آره من میتونستم اشتباه کرده باشم میگه که اگر توی اون خونه نور متفاوت بوده باشه دما یک مقداری بالا باشه یا کوچکترین چیزی تغییر بکنه زمان مرگ هم میتونه تغییر بکنه و رشد این باکتری ها و این حشرات میتونه سریعتر بشه و زمان قتل میتونه بعدتر باشه من اشتباه کردم که به طور قطعی زمان مرگ رو تعیین کردم این ماجرا میتونه تا بعد از ظهر روز جمعه هم اتفاق افتاده باشه یعنی قتلی که سه صبح بود تا بعد از ظهر روز جمعه هم اتفاق افتاده باشه شهادت دیگری هم که وجود داره و در دادگاه بهش اشاره نمیشه همسایه روبروی کسلین میگه که مثلا احتیاج نبود این رو ببینم من سالها بود که این رو میشناختم و صدای ماشینش هم تشخیص میدادم چهار و چل و پنج دقیقه اصر جمعه ماشینش اومد و وارد خونش شد ساعت شیش هم صدای بسته شدن در خونش اومد انگار که یک نفر دیگه ای اومد من صدای یک ماشینی شنیدم ساعت هشت شب صدای دور شدن یک ماشین و بسته شدن در خونه کتلین رو شنیدم توی این فاصله 6 تا 8 دو بار همسایه های دیگه صدای دو تا جیغ رو شنیدن که از خونه کتلین می اما بهش توجهی نکردن. پس یک مردی وجود داشته که اون ساعت رفته خونه کتلین. اما چرا اون مرد نمیتونه اندرو باشه؟ الان بهتون میگم. ساعت چهار اندرو میره خونه روس بنت. پسر روس خونه بوده. و شهادت میده که آره اینها خونه بودن و 6 و 45 و دقیقه از خونه زدن بیرون میخواستن برن یک کلاسی این کلاسه از نظر زمانی با ماشین فاصلش تا خونه روز 45 دقیقه راه بوده و اینها دقیقا 45 دقیقه بعد میرسن به اون کلاسه و اونجا 5 تا دا شاهد داشتن پس اگر اند رو رفته توی خونه و قتل انجام داده کی رسیده به کلاس و اینها اون وسط هیچ فرصتی نداشتن که برن قتل رو انجام بدن تلاش کنن خونه رو تمیز کنن و بعد بیان بیرون پس از نظر زمانی نمیتونسته اونجا حضور داشته باشه به جز همه این متخصصهایی که گفتم یک متخصص دیگری هم اعلام میکنه که به نظر میاد نسخه دی ای که در اختیار پلیس برای اندرو قدیمی تر از خون کتلینه که توی خون است یعنی ممکنه که این خون قبلا توی اون خونه ریخته شده باشه اما این رو در نظر بگیرید که اندرو هیچ حرفی نمیزنه که آقا من رفتم توی اون خونه یا نرفتن. شاهد دیگری هم که وجود داشته مربوط به این می شده که کتلین ساعت دو روب جمعه با یک آقایی سوار ماشین بوده و داشته میرفته و سه تا سگش هم توی ماشین بودن کلا همسایه ها و دوستای کتلین تاکید میکنن که این سگ ها فقط به دو نفر حمله نمیکردند. یکی دوست پسر سابق کتلین بوده که یک مدتی باهاش زندگی کرده و دیگری یک مرد عجیب و غریبی بوده که عضو همون انجمنی بوده که این عضوش بوده و ماشین کتلین در زمان پیدا شدن جسدش کامل شسته شده بوده هیچ اثری از دی ای و اثر انگشت داخل ماشینش نبوده اما پلیس نمیره اون دو نفر رو چک بکنه نمیره بررسی کنه ببینه که اون دو نفر به این ماجرا ربطی دارن یا ندارن علاوه بر اینها دو تا ماشین دیگه هم جلوی در خونه کتلین پارک شده بوده یک فالکون استیشن واگن 1976 قهوه‌ای تیره و یک ماشین آبی رنگ یکیشون ساعت 4 و ده دقیقه یکیشون ساعت 6 جلوی خونه کتلین دیده شدن اما پلیس حتی این دوتا ماشین رو پیگیری نکرده که ببینه راننده هاشون چه کسایی هستند. از قضا این دوتا ماشین هر دوش یک نسخهش متعلق به دو تا از اعضای اون انجامن گربه ها حمایت از گربه هایی بوده که کتلین عضوش بوده توی مارچ 2000 میاد اندرو درخواست تجده نظر میده و میگه که من درخواست تجده نظر دارم اما درخواستش رد میشه سال 2004 میاد درخواست بازبینی مدارک میده میگه آقا توی خونه یک کتلین یک جفت کفش پیدا شده که کفش های کتلین نبوده من درخواستم اینه که این کفش ها بررسی بشه درخواستم اینه که نمونه DNA من به یک آزمایشگاه بیطرف فرستاده بشه و دوباره بررسی بشه دادگاه چی میگه؟ میگه که تو اگر به این چیزها اعتراض داشتی در اون زمانی که دادگاه تشکیل شد بعد اعتراض میکردی الان دیگه نمیشه دوباره برای دادگاه تو هزینه کرد و این رو هم رد میکنه این وسط یادمونم نره که یک نمونه دی این ای کلن گم شده بوده وکلا و این تیم پروژه بیگناهی اصرار داشتن که یا پلیس توی این پرونده کمکاری کرده یا مدارک جاسازی شدن برای اینکه پرونده بسته بشه یا کسی برایند رو پاپوش درست کرده از اعضای اون انجامن حمایت از گربه ها که دنبال یک قاتل میگشتن اندرو به عنوان یک زندانی نمونه توی زندان باقی میمونه و سال 2014 توی سن 65 سالگیش به صورت مشروط آزاد شده اومده بیرون خیلی بی سر و صدا داره زندگیش رو ادامه میده برگشته به همون شغل ثابتش کارای فالگیری و کفبینی و اینجور کارها رو انجام میده یک نظریه دیگه همون موقع مطرح میشه مبنی بر این که این به خاطر بیماریی که داشته یک مقداری بدنش آسیب پذیر بوده افتاده زمین و گربه هاش بودن که چنگش زدن اما پزشکی قانونی رو رد میکنه میگه که وقتی که ناخون یک حیوانی خراش ایجاد میکنه این لبه هاش نامنظمه اما زخم که روی بدن کتلین بوده بسیار مرتب بوده لبه هاش. و قطعا کار یک وسیله تیز بوده کار ناخون هیچ موجودی نبوده اون انجمن حمایت از گربه ها بعد از یک افتضاح مالی تعطیل میشه 90 هزار دلار پولون وسط گم شده بوده که معلوم نبوده دست کی بوده برای کتلین بعدا یک بورسیه ای اهدا میشه به همون دانشگاهی که درس خونده بوده برای بچه هایی که میخوان بیان اونجا تحصیل بکنن و سعی میکنن که یاد و خاطرش رو زنده نگه دارن اما پرونده یک علامت سوال بزرگه یک آدمی 16 سال رفت زندان اومد بیرون برگشت به زندگیش در حالی که فقط ازش یک دی ای وجود داشت دی ای که خیلی توش اما اگر بود و یک نفری که کشته شد و روی پیانوش این قطعه مارش عزاداری شوپن بود و معلوم نشد که واقعا چه کسی کشته شما چی فکر میکنید واقعا اندرو کشته کار اون انجامنه بوده کار ویرجینیا بوده کار کی بوده اصلا این قتل کلش یکم عجیب و غریبه اون برگه نوتی که روی پیانو باز بود عمدی بود یا صرفا تصادف بود دوست دارم نظراتتون رو در مورد این ویدیو بدونم اگر نظری دارید حتما برای ما کامنت بکنید یادتون نره لایکمون کنید و دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با من همراه